من خوشحالم از این نتیجه انتخابات، اون هم به این دلیل هست که حکومت مردم دارن مقاومت منفی میکنن، نافرمانی میکنن، نارضایتیشون نشون میدن. اگه خوب ما انتخابات محور و اصلاحات محور باشیم میتونیم نگران باشیم، ولی این نگرانی رو به عمل کرده مردم نباید نسبت بدیم. مخاطبمون باید دولت و حکومت باشه. به این محمد خاتمی، آقای خاتمی برای اولین بار رأی نداد. این یک علامت، یک قطب نماست، یک نشانه است. خب مردم خیلی پیشتر از این تصمیمشون رو گرفته بودن، حالا اکثریت مردم، اونم در حکومتی که آقای علیجانی اکثریت مردم رو نمیشه پیرو آقای خاتمی دونست که بگید قطب نمای این تعداد اکثریت آقای خاتمی از این روزها. نه من این رو نگفتم، گفتم اکثریت مردم قبل از آقای خاتمی این تصمیم رو گرفته بودن. ولی محمد خاتمی هم وقتی رأی نمیده یه علامتیه، یعنی انتخاباتی ترین بخش جریانات سیاسی داخل کشور و اصلاح طلبان هم رأی ندادن. این یعنی وضع خیلی خرابه، خیلی افتضاحه. یعنی دیگه این حکومت به قول خاتمی اصلا دگرگسی پیدا کرد. مردم که خب 20 سال قبل از آقای خاتمی به این نتیجه رسیده بودن، به تدریج رسیده بودن. این هم در کشوری که حکومتش بیشتر مانور میداده مشروعیتش رو راه پیمایی و صندوق رأی، حالا هم در خیابان فروکش کرده حکومت طرفداریش، هم در صندوق رأی، و حکومتی که نه مشروعیت مردمی و دموکراتیک داره، یعنی این رو نشون میده، و نه مشروعیت کارآمدی. حالا خانم محمدی با قبل انقلاب مقایسه کردن، درسته در اون موقع انتخابات خیلی معنایی نداشت، مشروعیت دموکراتیک وجود نداشت، ولی بالاخره کارآمدی ها رو که نمیشه با هم مقایسه کرد. حالا حکومت در اوج نامشروعیت غیر مشروع بودن دموکراتیک قرار گرفته، حکومتی که مدعی است من از درون یک انقلاب توده‌ای مردمی در اومدم، خودش رو معمولا با راهپیمایی تعریف میکرده. ولی چرا میاد وزیر کشور میگه حماسه؟ این یعنی ما اصلا نمیخوام واقعیت رو ببینیم. این رئیسی در دور دوم که رفت به صندوق رأی گفت که در همه کشورها حرف از رأی مردم میزنن، ما به حرف مردم عمل میکنیم. خب چقدر وقاحت میخوایم حرف بزنن؟ شما اصلا گذاشتید مردم حرف بزنن؟ گذاشتید مردم بیان و نمایندگان واقعیشون رو انتخاب بکنن؟ اصلا نماینده‌ای نمیبینن برن رأی بدن. رقیب کاندیدای شما رأی سفید، رأی باطل است. یا فرض امام جمعه عراق فکر میکنم گفتون همه مردم با طرح نور موافقن. من فکر میکنم یواش یواش این حضرات مردم خودشون رو از مردم ایران، یعنی اکثریت مردم رو اینها مردم نمیدونن، مثل این رژیم نجات طلب که تو آفریقای جنوبی بود فقط سفیدا رو مردم میدونه، سیاها رو اصلا آدم حساب نمیکنه. حالا اینا وقتی بقیه رو آدم حساب نکنن، بله حماسه است، بقیه رو آدم حساب نکنن، بله مردم، اون مردمی که اینا تو ذهنشونه، همه از طرح نور دفاع میکنن. ولی طرفه هایی که در درون حکومت همین ریزش اتفاق افتاده، در بدنه اصولگرایی، در بدنه ولایی اینها اتفاق افتاده، به ویژه به خاطر فسادشون. یعنی وقتی شما زاکانی میشه شهردار تهران، صدیقی میشه امام جمعهش، محسنی ایشی میشه رژه، میشه رئیس قاضی‌القضاتش، رئیسی جنایتکار میشه رئیس قوه مجریه‌اش، قالیباف دزد لوله کنش میشه رئیس قوه مقننه‌اش، دیگه اینا همه به هم میان. و اگر اندک کسانی باشن تو بطیش، تو بدنی سپاه، بدنی ولایون، بخشی از روحانیه که به حال اعتقادی دنبال این حکومت رفتن، دیگه باورهاشون فرو ریخته. و این که سردترین انتخابات رو شاهدش بودیم و خاتمی انتخابات محور هم دیگه میگم رأی نمیدم، علامت این سقوط روزافزون مشروعیت حکومت.